انصاری صاحب محترم، با عرض احترام و دوباره حضور مبارک شما، واقعا در فعلا حوادث اخیر مصر در محراق توجه روشنفکرا و سیاستمدارای افغانستان فعلا قرار گرفته. از دیدگاه شما چرا مسئله مصر اینقدر از اهمیت بالایی در منطقه و خصوصا در افغانستان برخوردار است؟ با عرض سلام حضور شما و حضور جناب استاد غوریانی و حضور بینندگان و شنوندگان برنامه رسالت تلویزیون نور، مصر و جریانهای فکری و جریانهای سیاسی که در مصر بوده از گذشته های دور تأثیر بسیار بزرگی بالای روند فکری در جهان اسلام داشته. مثلا امید هموطن بزرگ ما مرحوم سید جمال الدین افغانی، یعنی با وجودی که در هند رفت و در ایران رفت و در ترکیه رفت و در فرانسه رفت و کشورهای دیگر رفت، اما در هیچ جای برابر مصر ندرخشید. و ادبیاتی که از سید جمال در مصر مانده و کارنامه هایی که از سید جمال در مصر ثبت شده و نتیجه را که در مصر گرفته سید جمال از مبارزه خود در هیچ جای دیگه نگرفته. سپس شاگردش رشید رضا آمد که او هم واقعا یعنی یکی از ستاره های درخشان آسمان دعوت اسلامی بود و تفسیر منار را نوشته کرد و مجله داشت و کارهایی را انجام داد. درست. سپس حرکت اخوان المسلمین ایجاد شد و حرکت اخوان المسلمین حسن بنا تأسیس کرد و پس از او عده ای از دانشجویان افغانستان در مصر رفتن و اینها در اثر تماسی که با مصری ها در اونجا ایجاد شد متاثر شد، یعنی رنگ گرفتن، تأثیر پذیرفتن از حرکت فکری که در مصر بود. بلسه. داخل افغانستان کاملا همی جریان فکری را به نام های مختلف شناخته میشه، این جریان ها را تأسیس کردند. اخوانی ها در دنیا به نام تنظیم عالمی دارند، تنظیم العالمی، یعنی سازمان جهانی اخوان. بله. که در افغانستان شاخی نداشته هیچ وقتی. یک تعداد هموطنان ما ادعای میکنند که وابسته است، اما ارتباط رسمی نداشته جریانه که در افغانستان دارند، اما متأثر از ادبیات اخوان شدند. بله سم. دیگر جریانه اسلامی که در مصر بوده، اخوان المسلمین و سپس جهاد که رفتن و گروه های با طالبا همکاری کردن، گروه دیگیش در داخل مصر تجدید نظر کردن در مخط و در فکر و در برنامه خود. و مصر به صورت عموم نه تنها در برای کشور ما که تمام جهان اسلام تأثیر داشت. مثلا همی ادبیات سید قطب خامنه ای و برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران مثلا از عربی به فارسی ترجمه میکرد و ایرانی ها هم اثر شدن از همی جریان فکری که در مصر در اون وقت ایجاد شده بود. بله. نه تنها جهان اسلام، حتی در جهان سیوم جمال عبدالناصر نقش بسیار بزرگی را داشت در این حرکت عدم انسلاک و یکی از رهبران این حرکت بود. و مصر از هر لحاظ اهمیت دارد. از لحاظ جغرافیایی مصر در میشه بگیم که مصر گرهگاه قاره های سیگانه است، آسیا و افریقا و اروپا، و در بالا در دو قاره عملا واقع است که یک بخشی از سینا در آسیا است و دیگه مصر در افریقا است. بله. مصر افریقا را رهبری کرده در سالهای گوناگون مختلفی و مصر در اونجا جامعه دول عرب فعلا در اونجا است و مصر نقش رهبر جهان عرب داشته همیشه مدت زیادی و مصر در جهان اسلام هم نقش بسیار بزرگی داشته. دیگه مصر بسیار مهم است و از لحاظ تاریخی هم مصر مهم است و در دنیای فکر و فلسفه و تاریخ و مثلثات و ریاضی و معمار و در همه عرصه ها مصر، یعنی نام مصر در اونجا ذکر میشه. در دنیای فکر و اندیشه هم مصر اهمیت داره. دیگه این سواله که پیش میشه که چرا مردم به قضای مصر میپردازن فعلا؟ فعلا مردم، ما در دهکده کوچکی در دنیا زندگی میکنیم، در هر گوشه زمین که یک حادثه صورت میگیره مردمان اطراف و اکناف
کره خاکی در هر جایی که هستن تعقیب میکنن و واکنش نشان میدن، چه مثبت چه منفی، یا او را تایید میکنن یا او را رد میکنن. البته فکر میکنم کسی حق نداره بگه که چرا شما توجه دارن به این قضیه و چرا توجه ندارن به قضیه دیگه. امروز در داخل افغانستان در اطرافش بری، شاید عکسای ستاره های فیلم هالیوود و بالیوود شما ببینید، اونها از افغانستان نیستن، اونها با ما مشترکات فرهنگی و تاریخی و دینی و هیچ مشترکاتی ندارن، اما میبینیم مردم علاقه داره به اونا. اما میبینیم در جای دیگه میری که عکسای مارکس و لینین و انگلز در دیوار خانه ها نصب است، اونها هم با ما هموطن نبودن به هیچ صورتی. مثلا میبینیم که ستاره های دنیای مثلا سپورت و ورزش در هر جا میبینی که عکسایشون یا مردم به اونا علاقه داره و همین رقم جنبش هایی که در شرق و غرب دنیا ایجاد شده مردم به او علاقه میگیره و فکر من علاقه گرفتن به موضوع تعقیب کردنش و نشان دادن واکنش چه به صورت منفی چه به صورت مثبت چه تایید و چه رد، این کار کاملا کار طبیعی است که درست نیست که آدم بگویه که چرا واکنشی صورت میگیره در رابطه با قضیه مثل. برخی ها سوال میکنن میپرسن که چرا مصری ها در رابطه با قضای افغانستان، مثلا میپرسن که چرا در زمانی که طالبان در افغانستان بودن و 90% خاک افغانستان گرفته بودن و شهرها را با آتش میکشیدن و نسل کشی میکردن و مثلا زنها را از یک ولایت به دیگه ولایت میبردن و مثلا یک اولنگ در دادن و همسال از این، چرا در وقت مصری ها واکنش نشان ندادن؟ بله البته یک سوال در سوال بسیار معقول است و در ظاهر سوال بسیار منطقی هم است، اما مشکل در این است که در اون برهه از زمان بالای قضیه افغانستان یک فرده تاریک و زخیمی کشیده شده بود از طرف امی جامعه، چیزی که به نام جامعه جهانی یاد میشه و میدیا و اینمی وسایل اتحاد جمعی و رسانه های گروهی دنیا به صورت عموم نمیخواستن و نمیگذاشتن، حتی از امریکا کسی را نمیگذاشتن برای اخبار و اوضاع و احوال و جرای نکاس بده در اینجا. در آخر امریکا ما چیزی نمیشنیدیم جزی که ما خودمون مستقیم در سر تماس مستقیم اتداشتیم میدونستیم که در اونجا چی میگذره، دنیا خبر نداشت که در اونجا چی میگذره. اما اگر دنیا اطلاع پیدا میکرد یقینا که در اونجا عکس‌العمل ایجاد میشد مثل گوشه های دیگر دنیا. اما رخیم در سال جهاد افغانستان چون میدیای رسانه های گروهی غرب این نکاس میدود در مثل نکاس بسیار کلان نمیشد دیگر، خود رسانه های گروهی نقش بسیار بزرگی را داره، این مسئله را ما باید از یاد نبریم. دیگر مصر خلاصی سخنی که مصر اهمیت داره و مصر میشه که ما از حوادث مصر بیاموزیم و میشه که ما ببینیم که اشتباهات گروه های مختلف در اونجا چی بوده و چی گونه درس ما اندرزی میگیریم از حوادث مصر خونین مصر. جناب انصاری صاحب شما راست فرمودین که باید انسان ها و خصوصا در شرایط فعلی از نگاه میدیا و رسانه ها چنان پیشرفتی صورت گرفته که هیچ کس نمیتونه که از اوضاع آگاهی نداشته باشه، ولی از دیدگاه بعضی ها که ما در رسانه ها میشنویم مردم افغانستان نسبت به دیگر کشورهای اسلامی حتی همین اصطلاح کاسه های داغتر از آش استعمال میکنند. همین مردم افغانستان آیا از نگاه احساسات به قضایای مصر برخورد نمیکنند، در حالی که استاد ربانی یکی از شخصیت های بسیار بسیار مهم افغانستان 50 سال عمر عزیزش در مبارزه با استبداد و در مبارزه با آزادی افغانستان صرف کرد و در سنگرهای داغ بود و در راه صلح آمدن بر افغانستان شهید شد، در حالی که نه تنها مصری ها برای مردم افغانستان و بر استاد ربانی که شخصیت بسیار ممتاز جهان اسلام بود و یکی از علمای برجسته زمان ما بود اشک نریختندن، بلکه خود مردم افغانستان هم چنان که الان در تب تاب هستند به خاطر مصر برای استاد ربانی هم به می اندازه تشویش نداشتند. من میگم مردم افغانستان از نگاه احساسات یک اندازه مبالغه نمیکنن در مسائل مربوط به جهان. همین سوال هم پیش میشه که چرا مثلا مسیحا با شهادت استاد ربانی عکس‌العمل نشان ندادن؟ اما این سوال شما خودتان پاسخ در اینجا دادین که وقتی که یک مظاهره در داخل خود افغانستان نشه، در داخل کل خود کابل یک راهپیمایی صورت نگیره، حرکت بزرگی مثلا تنظیم نشه در داخل کشور خود ما، دیگه از مردم های بیگانه چی توقع داشته باشه، از کشورهای دیگه چی توقع داشته باشه؟ ما
در داخل افغانستان ما بیشتر یعنی جریان های فکری ما غالبا خودکش بیگانه پرور هستیم. یعنی اونمو چیزی که سید جمال میگه که مفکر شرق یا ادیب شرق در زندگی مرده است و وقتی که فوت میکنه زنده میشه، اینمی در افغانستان زیاد صدق میکنه. ما اهمیت و ارزش شخصیت های بسیاری شخصیت های خود در زندگیشان نمیدانیم و بسیاری شخصیت ها را حتی پس از مرگشان هم نمیدانیم اما ارزششان و اهمیتشان هم. البته در داخل افغانستان یک عامل دیگه هم هست، یعنی می عاملی است که همسایه ها و بیگانه ها و همچنان اینمی ذهنیت فرتوته و فرتوت قبیله گرایی در افغانستان نقش بزرگی داشته که سبب اختلاف شده در داخل جامعه، یعنی نگذاشته که یک ملت تشکیل شود و در اثر تشکیل شدن ملت مردم مثلا اهمیت و ارزش شخصیت های خود را بدانه. به این خاطر چون ملت ما پارچه پارچه است، به این لحاظ در رابطه با قضایای داخلی بسیار مشکل است که طور یک عکس‌العمل جمعی اتخاذ شود، اما در رابطه با قضایای خارج به این معنی که جزء جهان اسلام است و با کلگی مسافهشان یکی است و به این لحاظ همگی عکس‌العمل نشان میده و همگی فرموده شما کاسه داختر از آش میشه و همگی میخواه به هر صورت گست یک نظر بده. اما فعلا یک نقطه را من فراموش نکنم که فعلا اهل نظر در رابطه با مصر بسیار زیاد شده. بله. ما چند روز پیش یک جایی را میخوندم نظر یک کسی را، یک کسی خود تحلیلگر سیاسی میگیره با سوالش کردن که شما چی فکر میکنین در رابطه با حوادث فکر مصر؟ باز اون جواب میده، میگه که من تصور میکنم به گمان غالب که پس از این حادثه شاید که اخوانی ها آزرده خاطر شوند از اردوی مصر. دیگه یک چیزی که از جمله مسلمات و بدیهیات از او را به عنوان یک پیشبینی بسیار بزرگ، یک کشف بسیار کلان ای رفم امی جناب تحلیلگر ما به این شکل اتور عرضه میکرد به خواننده خود، فکر میکرد که شاید یک منت بزرگی هم شده باشه. دیگه در رابطه با قضیه مصر اکثر مردم، کسایی که و امروز در تلویزیون و رادیو و اینا گفت، اکثرا معلومات بسیار سطحی دارن یا هیچ معلومات ندارن. دیگه یا در جهت نفی و یا در جهت اثبات کودتا سخن میزنن، حرف میزنن و فقط در این رابطه و نمو پیشینه ایدئولوژی کشان نقش بسیار بزرگ است که تأثیر میپذیره گفایشان و نمو قضاوتا و داوریشان فقط بر مبنای و نمو اعتقادات و نمو باورهای ایدئولوژی کشان.